بابا تو زمانی که این نقش پر استرس رو به عهده گرفتی پی اینو به خودت مالیدی دیگه، این خونه حق توه، باور کن حق توه، سهم توه، مال توه، مال توه، مال بابات، مال ننت، مال خواهرت، مال برادرت، مال جد و آبادت، مال منه. مگه میشه من یه خونه دو نفشه دو طبقه تو سعادت آباد داشته باشم هیچکی خبر نداشته باشه؟ میشه از هم چیزی میدونی پول اون خونه چه تکونی به اوضاع کارخونه میتونه بده؟ بیمارستان برای چی؟ بیمارستان چیه؟ نمیشه باید باشی خوب شه. یعنی چی؟ نه حرف نمیتونه بزنه دیگه. یعنی دو ما باشی؟ چرا باید؟ چی میگی؟ دو طبقه هست؟ دو نفشه؟ چونه؟ میدون کاجه؟ مگه سعادت آباد نیست؟ گفتم سعادت آباده. خب کجای سعادت آباده؟ چجوری باشه هستش بگه کجای سعادت آباد آخه؟ شما از مال اموال محمد حسین خبر داری قبل جنگ چی بوده؟ چی نبوده اینا؟ چطور؟ هیچی، همینطوری از رو کنجکاوی سوال کردن. آها، یعنی از رو کنجکاوی میخوای بدونی محمد حسین چی داشته چی نداشته؟ آقا اصلا بیخیال شو، یه چیزی گفتم دیگه. نه یه چیزی نگفتی، پرسیدی دیگه. همین طوری سوال کردم. چی تو گلدته؟ چی تو گلدته؟ میگم چی تو گلدته؟ چی تو گلدم نیست. ببین خیال نکن اسمت شده محمد حسین میتونی چشم داشته باشی به مال اموال محمد حسینا. مرضی خانم حواسش نیست ولی من شدیداً حواسم هست. این زندگی حساب کتاب داره. سلام. دادا آیا دیدی؟ آبی. ببخشید. شما منو میشناسی؟ کجا؟ آروده. آروده. آروده تو کارخونه منو دیدین؟ ها خانم اونجا غیر از شما کیا هستن؟ شما چرا تا حالا ازدواج نکردین؟ من متوجه منظورتون نمیشم آقا محمد حسین. هیچی دختر خاله، خودتون رو اذیت نکنید. یه چیزی گفتم اونجوری. من فقط برام سوال شده بود که چرا ازدواج نکردین. البته خودم یه چیزایی متوجه شدم. مثلا چی؟ مثلا اینی که 80-85% قضیه که شما خواستگار کم داریم به خاطر اخلاق باباتونه. مگه بابای من چشه؟ چش که نیست، والا اخلاقش یکم تنده دیگه، مثلا خود سختگیره، خود عصبانی میشه. مثلا من خودم دختر خاله اگه خواستگار پاستم مثلا برم خواستگاری یه دختر خانم مثل شما، بعد مثلا اخلاق باباتون میبینم مثلا جا میذارم. آقا محمد حسین بدونین که همه میگن من خیلی شبیه پدرمم. پس اگه خواستین یه وقت خواستگاری یه دختری برین که مثل منه، بدونین که خیلی به پدرش نزدیک و شبیهه. اصلا شوخیش هم قشنگ نیست، اصلا قشنگ نیست. شما کجا ماشاءالله، اون احمد تقوایی با اون اخلاقش کجا؟ آقا محمد حسین من ناراحت میشم یکی در مورد پدر من اینجوری حرف میزنه ها. خب از هم ناراحت نشین، تحملتون رو ببرین بالا. شما در مورد پدر من اشتباه فکر میکنین. پدر من شاید ظاهرش خشن باشه ولی قلب پاک و مهربونی داره. اونی هم که باعث شد که من ازدواج نکنم خودم بودم، پدرم نبود. دفاع کورکورانه به نظر من از پدر. به حال شما دخترین و حساس و پدر. ای بابا میشه دیگه اینجوری صحبت نکنین؟ من هیچی نمیگم، این موضوعش رفتی به پدر من نداره. تازه پدر من همیشه پشتم بود، از من حمایت کرده. من خودم نخواستم ازدواج کنم. این خواستگارای من اکثرا از دوستای مادرم بودن، منم خب چون نمیخواستم باشون ازدواج بکنم، بنده خدا پدرم خودش رو سپر بلای من میکرد، هی به بهونه‌های علکی مخالفت میکرد برای اینکه مادرم ناراحت نشه. بله پدر من یه قهرمانه. بله بله ماشاءالله خدا حفظش کنه. بله بله ببخشید مزاحم شدم، من لیلا. خواهش می‌کنم. کدوم لیلا؟ پسر خانم لیلا. لیلا خانم حال شما خوبه؟ قربان شما در خدمتم. خواهش می‌کنم اگه امکان داشته باشه شما رو ببینم. امشب؟ امشب چیه؟ امروز باشه. چش چش بشه مناسبت. حالا مناسبتش وقتی دیدم. چش چش فقط دوباره قرار نیست که اون آقا سعید نشون ما بدی. یعنی اصلا راه نداره پسرم. ببین دیگه قرار نشد حرفای تکراری بزنی دیگه. قرار شد من به شما افتخار بدم، بریم با هم دیگه یه نهار بخوریم تمام. محمد حسین جان ببین من اگر به احتیاج نداشتم به خدا انقدر اصرار نمی کردم. ببین پسر خوب، من الان رئیس کل رادینم. خب دو شغله هم که نمیشه، اگه بشم خدای نکرده من آدم دو شغله باز نیستم. خب پرونده رو ببند خلاص، برو غذا رو بخوریم خیلی گشنمه.
رستوران خوبه که میگفتی اینجاست؟ اینجا رستوران نداره، جیگرکی خوب داره. جدی؟ مگه تو این محل رو میشناسی پسرمو؟ نه نه نه، اینجا دقیقا کجای تهرانه حدودا؟ نمیدونم. کوچه با صفاییه. آره میگم هوا بخوریم. بخوریم. ریاست شرکت منو قبول نکردی که برگردی بیا اینجا. کجا؟ اینجا کجاست؟ چی داری میگی تو؟ به من میاد یکی مثل تو بتونه گولم بزنه؟ ریاست شرکت قبول نکردن ناراحت شدی یا؟ خیلی خوب بابا، از اول بگو دیگه. من نصف روز اگه به این فرصت بدی فکرامو جمع میکنم ببینم چیکار بتونم بکنم برات. شما از فردا تشریف میاری دفتر من آقا آصف. آصف کدوم خریه خم؟ دور از جون، ادب باش بابا. یه نهار میخواستی با ما بدی یا سعید؟ بمیشه قبل بازی در میاری؟ خب بگو نمیخوام بدم دیگه. از فردا صبح میای دفتر من. سعید جان داری تهدید میکنی منو؟ شکر آقا آصف، خیلی مخلص. نیازی هم نیست به کسی چیزی بگی. خب من به عشقی نمیگم تو کی هستی. اصلا نمیخوام من بدونم این بازی ها رو واسه چی رو انداختی. کی میدونه که تو میدونی؟ هیچی هست. حتی لیلا؟ خانم تقوایی. همه چی میخوای؟ کار سختی نمیخوام، به همین بازیت ادامه بده. خیلی خوب. چی به تو میرسه؟ چیزی نیست که به ضرر تو باشه. من چی کار بکنم؟ آها آفر، این شد حرف حساب. تو اول بگو که این طرف رستوران خوب کجاست، بریم بشینیم اونجا آروم سر صبر با هم حرف بزنیم. آقا جان میگم رستوران خوب نداره اینجا، جیگرکی داره فقط. خیلی خوب، جیگرکی خوب کجاست؟ مستقیم برو چپ و جا کن. درباره این موضوع با هیچ کی حرف نمیزن یا متوجه منظورم که میشی؟ حقیقته بیشتر از این هم گیرت میاد اگه باهوش باشی. چه؟ خوشحالت نکرد؟ میگم این کارایی که میخوای به اسم ما ولسه میکنی یه وقت بد نشه براش. ما آنزه که خود تویی نیستی بگه. ولی اگه منظورت پسرموی منه، خدا رحمتش کنه. بوشا نترس، واسه کسی که نیست هیچی بد نمیشه. چی کار داری میکنی منو شل؟ مگه نگفتم اینجا پیدا نشه؟ من خوب فکر کردم دیدم پای استدلالت شله و این خطرناکه. گفتم به عنوان نگهبان اسباب بیام اینجا بگم حاج آقا رئیس من میتونم دوباره مشغول به فعالیت بشم یا نه. منو شل، اون روی سگ منو بالا نیار، میزنم یه کاری میکنم هم خودم پشیمونشم هم تو. برو. برم؟ برو پسر خوب. حاجی حاجی مکه رفتی پای سرت هم نگاه. حاج آقا ما چشم انتظاری. عمو این پرونده تموم شد، تو ذهنت ببندش، تموم شدنش. چی چی تموم شد؟ سعید فهمید من کیم. برو. سعید فهمید؟ بله. از کجا فهمید؟ چه فرقی میکنه از کجا فهمید؟ مهم اینه که گند ماجرا دیگه بیشتر از این نباید بالا بیاد. من باید جمع کنم برم. عجب. ببینم مرزی خانم میدونه، سعید میدونه؟ نه دیگه، بدبختی من همینجاست دیگه. وگرنه که
آقای شانه به سر شما خیلی به نظر من داری بد فیله میکنی. برای چه جوری که شما دستت الان خوب شده الحمدلله شفا گرفتی. حضور شما در این اداره یعنی که سهمیه یکی از این عزیزان رو اشغال کرده. بله. برو اداره سالو. من نامه دارم پام مشکل داره ولی حالا غیرت من چیه واسه داری من نگاه میکنی؟ مگه نگفتم برو تحویل بده جنسا رو؟ آسانسور خراب آقا. خراب شد آسانسور. آقا من سرشه دارم میتونم بریم تحویل. چشم. این حاج آقا مال تسمشه شد آقا. ببینم سعید به کسی گفته که تو قلابی هستی؟ نه بابا اون علق نسناس جونوری از تو بدتر به هیچ کیچ نگفته. یه فکرای ناجی رو تو کلش داره بونه. خب عالیه عالی عالی. عالیه؟ به این پیرزن بدبخت بگم سکته کنه بیفته رو دستمون عالیه. عالی‌تر هم میشه. خر نشاست تو چرا باید به مرضیه خانم چیزی بگی؟ ببین اون سعید کار خودشو میکنه تو هم کار خودتو. نه بابا همینم مونده بشم همکار کلاچ کلاهبردار. همین الان من اگه لو بدم جرمم جهل عنوانه. چی میگی تو؟ آفرین آفرین. یعنی الان خودت قبول کردی که مجرمی؟ ببین دوستم رفیقم عزیزم تو با مرضیه خانم باشی مجرمی، با سعیدم باشی مجرمی. یعنی هر موقع دست قانون بکشه وسط تو رو کتبسته میبرن زندان. حالا این تویی که باید انتخاب بکنی که یه مجرم بدبخت بیچاره بیپول باشی تو زندون که این بیرون اسممر رنگ موهاش آسیه خانم رنگ موهاش بشه رنگ دندوناشو، یا نه یه مجرمی باشی پولدار که داخل زندون داره سلطنت میکنه منم هواتو دارم داخل خارج و دیگه دغدغه اینا رو نداره. آقا زودتر انتخاب کن میخوام برم دستشویی. خیر سرت برو گمشو کارتو بکن. آقا من میگم همه اینا نشون است که تو خونه رو به چنگ بیاری بعد تو از این قضیه بکشی بیرون. هیچ کس هم نمیفهمه، فقط اون چند نفری که مثلا قضیه خونه سر در میارن دیگه. میگم هیچ کس از قضیه خونه اصلا هیچ خبری نداره. باباه یه پول قلمبه داره به پسرش، هیچ کس هم نمیدونه که محمد حسین با این پولش کار کرده، ولی من مطمئنم رفته خونه خریده انداخته تو راه خیر. جون من آره خدا نوکرتم شاکرتم که هوای بدبخت بیچاره رو داریم. بدبخت بیچاره کیه؟ بدبخت من، بیچاره تو، بدبخت بیچاره ما. دستم به دامن دوسته. تونستی آدرسی چیزی از این خونه پیدا کنی یا نه؟ نه هیچ اطلاعاتی از خونه پیدا نکردم. من یادداشت‌ها رو همه رو زیر رو کردم ترچه در بودم. فقط تنها چیزی که فهمیدم اینه که یه هوشنگ نامی بوده اینا با همدیگه رفیق جین بودن، جیک و پوک هم دیگه میخواستن. هوشنگ؟ آره. خب کجاست این هوشنگ؟ هاچوشنگ؟ هاچوشنگ، هاچوشنگ سیده چی؟ آمارشو باید در بره دیگه. چه میدونم تو جیبم هم مگه درش برم ازش بپرسم سیدی حاجی هستی؟ آقا ما داریم زحمت میکشیم، عرق میریزیم، پول در میاریم. پول در آوردن به همین سادگی ها نیست. تو باید تو یاد داشت ما داشتش یه آسه توشنگ رو پیدا کنی آمارشو ما بریم دنبالش دیگه. باید اینجا من برم دستشون دیگه دارم میترکم. خیر سرت. خانوم؟ آج خانوم؟ همون تو باید بمونی. خانوم؟ تقصیر من چیه؟ همون دیشب میخواستم همه چی بهتون بگم. همون موقع هم میگفتی فرق نمیکرد. میدونی تا حالا چقدر چیز از من قایم کردی؟ من؟ به من چه رفتی داره؟ شما من آوردی اینجا. آقا محمد حسین، من از مادر بودنم ناراضی نیستم، اگر تو از به دنیا آمدنت ناراضی هستی. چی میگی مادر؟ تو فکر کردی من گیجم نمیفهمم؟ نه من همچی حرفی نزدم، ولی باور کنی من نمیدونم از کجا همه چی رو فهمیده. اون نفهمید، من فهمیدم، یعنی از آقا رضا پرسیدم. آقا رضا کیه؟ مگه نمیگین اسمش سعیده یارو؟ برو بچه برو، من تو رو بزرگت کردم، نمیخواد سرم شیره بمالی. به جان محمد حسین داری اشتباه میکنی. صد بار بهت گفتم جون خودتو قسم نخور. من مادرتم، الان راضی نیستم بری، یعنی بابات راضی نیست. تو که این همه دفعه رفتی جبهه، این یه بارو به خاطر من نرو. هر وقت عملیات شد اون وقت برو. عملیات؟ چشم به جون خودم نمیدم عملیات. بهت گفتم جون خودتو قسم نخور. من شنیدم دیروز غروب مسجد بودی برای اعزام به جبهه. جبهه چیه بابا؟ اعزام کدومه مادر؟ آره دیشب که رفته بودم مسجد فهمیدم که اعزامه. تو هم قصد داری بری. البته زنگ زدم رضا شفیعی قسمش دادم که گفت تو هم قصد رفتن داری. مامان قرصاتو خوردی؟ قرص چیه؟ مگه من قرص میخوردم؟ بله ببخش من قرص میخوردم اشتباه کردم. چشم قول دادم نرم جبهه دیگه. چشم اصلا امروز تو مود تیر و ترکش هم نیستم. میرم اونجا دست پای برادرها رو میبندم، علاکی اونا میرن به خاطر من شهید میشن. گناه دارن راست میگه. بدش کن.
بعدش هم ماما خانوم شما به من میگی کسی رو قسم نده، بعد خود میری رضا شفیعی رو قسم میدی؟ این صحیحه؟ آیا مامان کره بر ندار خوب نیست. خب اگه کره بر داشتم اینقدر خوب داشتم. اونم خوب نیست بر سن من شما بده. خوب یه نیم روی تخمه با چیزی درست میکنم. اونم بده. بابا پنیر بخور با گوجه، با خیار، هر روز پنیر. بفرما. با چی بگم؟ بگم خودشو پرس کنه پایین اومده بالا دیگه. ببخشید. سلام آجا. سلام. شما اینجا چی کار میکنی؟ مرزی خانم گیر داده میگه نرو جبهه. خب نرو جبهه. این تراس راه داره به اتاق دختر، خجالت نمیکشی؟ خب در اتاق رو من بسته و زندونیم کرده بود آجی. آقا اصلا زندانی نه اعدامی. شما از این به بعد حق نداری برای اومدن به بالا از این تراس استفاده کنه. چشم. من با این سر و بعد؟ ششم اگه شلوارک که پامیست لباسه دیگه. حالش خیلی بده خواهر. من که گفتم خاله. نگران نباش. ایشالله که درست باشه. درست میشه. همش فهم کنه که من مجردم هنوز، یه دختر مجرد تو خونه به من میگه که خیلی چاق شدی، اینجوری دیگه خواستگار واسه پیدا نمیشه. خب یکم خانم سعی کن تو درست میگه دیگه. بله راست میگی. ببینم شما چه کردی جمع شدی، منم هم کار بکنم. بفهم اون بابا خیلی نگرانشم، در رو من قفل کرده بود نمیزش بیام بیرون. بگو چه معنی داره دختر مجرد اینقدر خونه بره بیرون؟ نه نمیخواد زیاد، این اتفاقی که افتاده همه ناراحتن. چه کار میشه کرد؟ بگو شوخی نیست. میدونی چند سال این فشار رو این بنده خداست؟ 30 سال هنوز نتونسته جنازه بچه‌شو ببینه. یکم باهاش مدارا کنی. مدارا یعنی چی؟ یعنی اگر بهتون حرفی زد، چیزی گفت، ناراحت نشی. یعنی اگه به شما گفت چاقی، بد نخوره. اگه به تو گفت نرو جبه، نرو جبه. جاش نمیرم جبه. من الان مثلا خودم نمیدونم کجا چه کارم. نمیدونم داماد این خونم. اصلا اومدم تازه خواستگاری، قریبم، همسایم، نمیدونم باید. مگه شما رفیق محمد حسین نبودید؟ چرا؟ خب دیگه الان با توجه به داستان آش خانوم، الان من و شما فقط با هم رفیقیم. یعنی شما هنوز بابای ریحان خانوم نشدید. یعنی فقط دارش محبت کن دور و بر خاله نپیره که مامان ناراحت بشه. سلامت باش. بفر. مازاد. آخ. حتما ننه‌ست. ننه‌ست؟ ننه‌ست چی هست؟ ننه. ننی؟ ننه، مامان، مادر. مثل آدم بگو ننه دیگه. هر بود بهش زنگ بزنم فخت نشد. الو آقا ننه است؟ آقا این چه نوع خدایی بود برداشتید آوردید به خدا؟ بابا درد سرساز شد، داستان شد برای ما. آقا پدر مشتریامون در اومد، همه مردم نفت کردن، سه تا هواکش عوض کردم تو این مدت. آره بابا خیلی داغونه. اون دو هفته پیش بهتر بود. آره. نمی تلفنشو بده من میگیرم ازش. تلفنشو بده من. واسه یه لحظه، واسه. آها بگو. آها سه اخ. آها. 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 باش دست در نخوا، دست در نخوا. باش هرمونت خداحافظ. خدا خدا
قربان این اول صبح نخود میخورید تا غروب درد سرسار میشه. امید جای کارش میلنگه. چرا سعی داره منو از این پرونده دور بکنه؟ من همه چی رو بو میکشم و میفهم. حرفای من واف به واف کلید حل معمای این پرونده است. چرا داره ساده از من میگذره؟ جواب این سوالا دستی کیه موحدی؟ جناب سرهنگ تقوایی. نه. میشه راهنمایی کنی؟ نه. حالا ما چیکار کنیم؟ بفهمیم سرهنگ با کی رابطه داره؟ نه. نفهمیم سرهنگ با کی رابطه داره؟ ما باید جایی که رؤسای این فساد فکر میکنن دارن کارشونو درست و تمیز انجام میدن موچشونو بگیریم. حالا با چیکار کنیم؟ من میرم سراغ تقوایی و تو میری کجا؟ خونه. نه. خونه ای ننه. نه. بس الان میگم. بس صحبت الان اون رفت داره؟ حتما داره. خونه سرنگ؟ بابا ننم چشم انتظار من که گفتم. ننه بهت افتخار میکنه. خطرناکه. بفهمه واسه داداشش به پا گذاشتیم واسه هر دومون بد میشه و خدا. هیچ خطری نداره. ولی من میدونم که ولی نداره. زیر نظر گرفتن سرهنگ امید فیاض حمزه مثل بقیه است. حتی راحت تر از بقیه. من اینجا مادر شما به من بگی نرو جپه من نمیرم دیگه. این کارا لازم نیستش که. نه که اون دفعه نرفتی؟ آدمیزاد بالاخره ممکن الخطاست دیگه. جوونیم کارایی میکنیم. چند بارم اشتباه کردم رفتم. نباید میرفتم. یعنی جپه رفتن اشتباه بود؟ نبود. مگه خون تو از دیگران رنگین تره؟ بابا خودتون میگین نرو. من بالاخره برم یا نرم چیکار کنم؟ میرم ها. نمیدونی برای چی میگم نرو؟ برای که شهید نشم. به خاطر بابات اول رضایت چه بگیر بعد برو. این دفعه دلشوره گرفته. اگه اتفاقی بیفته دق میکنه. میشناسیش که؟ بله. یعنی شما اصلا برات مهم نیست برای من اتفاقی بیفته؟ با رضا شفیعی حرف میزدم خیلی ازت دلخور بود. رضا شفیعی کیه؟ ما در آدم به خاطر یه بگو مگو که رفاقت چه انکار نمی کنه. با تو خیلی تو مخمه این پسره. درست حرف بزن مؤدب باش. چی بینتون شده؟ چیز خاصی نبود. یه اون گفت بشی من گفتم همچی دلیوری به اندیه گفتیم کار بالا کشی زدم لطو پالش کردم مرد کردم. تو رضا شفیعی رو زدی؟ بابا هی به من میگه نرو جپه. میگم آقا من نرم جپه رضا صدام پا میشه میاد پدرمو در میاره. نمیشه که آقا حرفایی میزنه. تو نمیدونی برای چی میگه نرو جپه؟ به خاطر من میگه، به خاطر بابات میگه. اون وقت تو برمیداری رضا شفیعی رو میزنی؟ محمد حسین تو خجالت نمیکشی؟ یه اخلاقم دیگه، یه اخلاق تندی دارم مادر. میشناسی منو دیگه، خودت منو بزرگ کردی. ولی الان پشیمونم ها. منتها میدونی غرور دارم، غرورم اجازه نمیده برم ازش عذرخواهی کنم. تو بابات این حمید میخوای من پادر میونه کنم آشتیتون بدم؟ یعنی به در خونه شون؟ ایرادی داره؟ نه خیلی مالیه. رضا شفیع دوستای خوب منه. از مهد کودک با هم رفیق بودیم. مهد کودک؟ شما از دبیرستان با هم بودیم یادت رفته؟ آه محمدشون بود. راست میگی. رضا از دبیرستان با هم بود. راست میگی. راست میگی. مادر کی میری در خونشون؟ میخوای الان برم؟ خیلی عالیه. من خودم میبرم. نه مادر خودم میرم. تو رو ببینه حالش بد میشه. حالت که الان حالش بد بشه مزگی پدر سوخته. شما با این حال تنها میخوای بری؟ من حالم طوریش نیست. خوبه این؟ خب باشه. این تقریبا کجای تلونه؟ مرکز شهر. آها با مترو تشریف میبری؟ مترو؟ من تهران مترو داره مادر. آها الان کی میخوایم پیشرفت کنیم؟ انشالله جنگ تموم بشه جوونامون برگردن مملکت میسازن. انشالله انشالله. پس من براتون آژانس میگیرم. باشه مادر راه خیلی دوره. آژانس بگیر. باشه. جونم داداش. الو منوشر ببین آب دستت بز زمین. یه ماشین جور کن بیا جلوی خونه خانم رضا پور. من منو جور کنم داداش. شاسی و سواری
چرت و پرت سوال نکن با چه فرقی میکنه. بجون بجون با خداحافظ. الو سلام، تاکسی تلفنی؟ یه ماشین میخواستم. بله بله، مهرمن رضا پور هستم. بله بله، خیلی متشکرم. سراغ رضا شفیعی. تو کجا میدونی؟ تو صد داشتم پرزنتش میگردم بالا. اصلا رضا شفیعی کیه؟ رفیقمه، تو خاطر مطالعه مدرسه خیلی اسمش خونده. ببینم راجع به خدا باش حرف زدی؟ به تو ارتباط نداشتی بریم. آصف منو نپیچونی ها. میخواستم بپیچونم که خبرت نمیکردم. منو شیر بشین بریم. خودو ما دنبال این یارو بریم به هوشنگ میرسیم. من چه میدونم، من بر اساس خاطر ماتورا که خوندم فقط میتونم تصمیم بگیرم. الان میدونم دو تا هم دیگه رو میشناسم. همین بابا 30 سال گذشته، کجا منم یارو آدرس خونش عوض نکرده باشه. منو چه میگم، من نمیدونم، تو بگو همون کارو بکنم. من فقط همین رو به عقلم میرسه. تفلک پیرزنه، این آلزایمرم بد دردی ها. نه میدونم بد بابا، خیلی بیرم یاسه. چرا بیرمم؟ این بنده خدا رو فکر کنه من واقعا محمد حسینم. مگه بده؟ بد نیستش که 30 سال تنهایی کشیده، 30 سال دوری کشیده، الان خیالش راحته من کنارشم. عجب چه زیبا با احساسات بیان فرمودی. فقط حواست باشه اگه این احساسو داشت به این قضیه خونه لق نمیزد کنترلش کنی داداش. میخواد وایسه، میخواد وایسه، خیلی نزدیک نشو میبینه ما رو. باشه بابا، احتیاط با احتیاط. خانم اینم دیگه خود نواب دیگه، کجاش میخوای بری؟ اینجا نواب نیست، اشتباه اومدی. خانم من 20 ساله راننده هم. نواب اینقدر ساختمون نداشت. نکنه نواب دیگه ای میخوای بری؟ مگه چند تا نواب داریم؟ نمیدونم والا، ما همینو بلدیم. نه اینجا نواب نیست، من مطمئنم اینجا نواب نیست. خانم شما حالت خوبه؟ میخوای برات گردونم همون جایی که اول سوارت کردم؟ ولش کن خانم، کرایه نمیخواد بدی. بفرمایید بفرمایید. پیاده شد منوش سطح برس، سطح برس، طبیعی باش. منو طبیعیه دیگه، این سزارین درست. خوبه؟ کجا میخواد بره؟ بدبخت گیت شده. آخ آخ، اینجا رو با کجا اشتباه گرفته خدا میدونه. ما آلزایمر نگیریم. مصریه مگه؟ چرا چرت و پرت میگی؟ آقا پسر. بله. ببخشی شما یه آدمی به اسم رضا شفیعی میشناسی؟ نه. همسن و سال خودتونه؟ نه نمیشناسم. ببخش. خیلی اشتباه کردم توی موقع قرار داشتم. اشتباه چی؟ ببریم آمارش این بقالی بگذیم چی گفت؟ آی سالاس. اصلا نمیشه. بقالیه اون بقالیه. آقا معذرت میخوام، این خانومی که از شما سوال کرد الان چی پرسید؟
بند خدا تو حال خودش نبود، میشناسینش؟ بله ما میشناسیمش، حالش خوب نیست، دنباله که دوستای پسرش میگرده. رضا شفیعی؟ آفرین. میشناسی شما رضا رو؟ رضا شفیعی 18 ساله نمیشناسم. اصلا با سنش کار نداریم آخه. آخه مادر گفتش که 18 سالشه. مادر ولش کن، شما آقای شفیعی که تو کار جپو جنگ بوده باشه میشناسی؟ تابلو توی محل 50 و چند سالشه. کجا میشه پیداش کرد؟ تو مسجد محل. یادش بیاد. خیلی ممنون. ببین اون حاج خانم نگاه کن، چادر مشکی تنشه. اینو زحمت بکش ببر بالا حسین ارشاد کوچه مسجد قباء. بلدی دست چقدر شو؟ بیا همش بالا خودت برو 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 به سلامت، برو به سلامت. چقدر دادی بهش؟ 40 تومن. چرا 40 تومن؟ گفتم آقا پیرزن دربست بود رقم مسافر سوار نکنه اذیت میشه دیگه. بابا یه خط بی آر تی میگرفتی مستقیما میرم به تو. چرا داره پول خودمه به تو چرا رفتی داره؟ من کم میکنم. از چی کم میکنی؟ از چارج آپارتمان. آپارتمان کدومه؟ همون دو طبقه دو نفش. آره بابا حالت حواست باشه، زندگی ما به این یارو بستگی داره. خب بابا حالم نکنم حرف نزن. آقا ببخشید، آقا شفیعی رضا ساحل نشستم. خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام علیکم. الله اکبر. سبحان ربی الاعلا. الله اکبر. قبول باشه. قربون شما. مخلصی. قربون شما. خسته نباشی. سلامت باشی. سلام علیکم. سلام علیکم. صلوات بلند نال بفرمایید. اللهم صل على محمد. چش چش آقا چش. بعدم در خدمت هستم. مخلصم. به قرآن هنو باور نمی کنم زنده. بچه ها گفتن اومدی ها، ولی این لعنتی یاری نکرد، زمین گیرم کرده بود و فونت کرده بود. خالد کن لیزر. آج آقا لیزر کردن این روزا، دماغ به این گندگی و لیزر میکنن، خوار که چیزی نیست. راستی تو اصلا خال نداشتی؟ حسن منصوری بود خال داشت. آره آره حسن خال داشت. حسن خال داشت. پس آج آقا شما چی رو لیزر کردی؟ کجا بودی حسن مرد ها؟ حکایتش مفصله، حالا میگم برات. بازم این همون موقع دیگه. آره این همون موقع یادش هم میگه نمیشد از حرف بکشی بیرون. آقا این علی آقا چیتسازه بند خدا، ایشونو میفرستاد به یه عملیات شناسایی، 3 روز پیداش نمیشد. عجب. بس یلالی تلالی میکرد لای عراقی ها. عجب. خودت بگو محمد حسین. نه شما بگو. تو بگی بهتر میگی. بگو چرا بگه ریاشه حاج آقا؟ اهل ریا نیست که. بابای همه رو در آورده بود از بس که همه نگرانش بودن. میرفت شناسایی 3 روز پیداش نمیشد. یه دفعه از ترس اون عملیاتو کنسل کردیم. فکر میکردیم محمد حسین اسیرش کردن. اطلاعات از دست میرفت دیگه ها. بعد 3 روز بعد که عملیاتو انجام دادیم زدیم دشمنو ترکوندیم. به به. آخه میدونی انقدر من اون موقع همش در حال ترکوندن دشمن بودم، عملیاتو اصلا یادم نمونده، نمیدونم کدوم عملیاتو میگه. آقا رضا. بابا همون که با موتور رفتی دیگه. خب بابا با موتور رفتی تا لب رودخونه. خب بعد اونجا مجبور شدی باقی را رو پیاده بری. بعد یه سر از وسط عراقی ها در آوردی. ای بابا وسط عراقی ها؟ بابا قرار بود تا خط اول بری، تو تا خط سومشون هم رفته بودی، تا تهشون رو شناسایی کرده بودی. بعد موقع عملیات چی شد؟
تنگ لوره. تنگه کدومه؟ همون بغلی که بچه ها اتراق کرده بودن دیگه. ها پای منو کی بهم داد؟ خداوند متعال. گرفتی ما رو دیگه ها؟ سال 67 عملیات خونپاره. پای من قطع شده بود. کی پای منو داد بهم؟ تو بودی دیگه. آجاقا این پاد قطع شده؟ بله. یا برفست پس چرا الان وصله؟ پیوندیه. عجب. عجب. آره آجاقا یادت نیست برای من تعریف کردی؟ من یادمه که گفتی بنده خدا خونپاره خورد پاش قطع شد، بعد رفتی پاشو پیدا کردی، پای آقا رو دادی دستشو، دیدی خون و رگ و ریشه داره میزنه بیرون. گفتی بهتر اینه که مشما صفر گره بزنی، حالا مشمانو یه سر بگرد دنبال مشما، اونور که تو درگیر مشما پیدا کردنی، اینور حاج آقا شاروخی زیر تانک شهید شد. ها حاج آقا شاروخی؟ بله یادم اومد. من مخم تاب برداشت حاجی. مومن خدا من هنوز مکه نرفتم. این آقا محمد حسین هنوز منگه. 17 سالش بود اومده بود جبهه. میفرستادنش واسه شناسایی تا تهش در نمیورد بر نمیگشت. الانم حاج آقا برای شناسایی تا تهش داره میره. خدا همه حاج آقا من خیلی نصیحت میکنم. میگه اخلاق و ایمان. آقا بفرما. مثل همون موقع تا یه نفر میخواد ازش تعریف کنه خجالت میکشه. بله. این الان پیوندی فشار نمیاد. چیکار کنیم؟ باید تعامل کنیم دیگه. آقا باشید پاشید بریم بیرون بشینیم دیگه، میخوان بچه‌ها تمیز کنن صحنه. باشید. خلاصه تو چند سالی بعد جنگ با بچه‌ها در ارتباط بودم. از خانوادگی ها یه وقتی هم با هم سفر میرفتیم. سفر که میگم منظورم این جاده چالوس هم امامزاده داوود اون طرفا دیگه. تا اینکه گرفتگیرای زندگی مثل خونپاره خورد وسط اکیپمون و ترکیدیم. چیز خیر هستم. همه رفتن دنبال زندگی خودشون. الان با یه چند تایی بیشتر در ارتباط نیستن. یعنی نمیتونی کمک کنی من هوشنگو پیدا کنم؟ من که نه، ولی مسعود یا ابراهیم شاید بتونن. آدرسشون داری؟ ابراهیم حالش خوب نیست، بیمارستان. آخه کدوم بیمارستان؟ ببین فردا ردیف کن بیا با هم دیگه بریم دیدنش. ها فردا میریم، الان هم میریم. یعنی هر چی زودتر دیدار تازه بشه بهتره دیگه. ثوابم داره. تمام محسوم آجا بزن. نمیخورم آقا، خوشمزه است.